جمعه 15 می 2020. همطور که میبینید این وضعیت رنگ و روی ماشین پریده و من پارسال قبل اینکه برم ایران اومدم یک کمی روغن چیز بدم بهش که در واقع یه دست بمونه. این شارلاک هایی که روی چیز میگنن رنگ صف کلن رفته بود به خاطر اینکه زنگ نزده، من اینا رو روش وارد کردم و بعد از یک سال این خب حالا جلوی زنگ زدن رو گرفت، ولی خب قیافه ماشین خیلی بیریخ شد و من امروز رفتم برای در واقع کد اصلی رنگ ماشین رو که توی این در واقع در نوشته شده، پاشنه در نوشته شده رو پیدا کردم و رفتم از توی اینترنت پیدا کردم رنگ فابریک خودشو و حالا میخوام که شروع کنم به سنباده زدن و رنگ کردن. همطور که میبینید اینا همه پوست پوست شده، کنده شده و اینا هم که همه رنگ و روش رفته و تمام اینها به علاوه این چراغای هدلایت ها که پلاستیکاش کدر شده، میخوام شروع کنم به در واقع رنگ کردن و سنباده زدن. این وسایل هم که الان آوردم و قشنگ یک آفتاب خیلی خوبی هم امروز هستش و هوا هم که امروز 18 درجه گرمتر از دیروز شده و یه آفتاب خیلی خوبی هست. منم این در واقع تیگار رو دیروز با آقا فرهاد سفارش دادیم برای در استیکرها رو برای این بیزینس جدید مال گروسری و گفتم قبل اینکه استیکرها بیاد از این گرما استفاده کنم، این در واقع ماشین رو رنگ و روش رو مرتب کنم که دیگه استیکر آمد یه چیگه شیک و پرفکت باشه. حالا بریم ببینیم که چطوری کار ادامه پیدا میکنه و در نهایت تصویر آخرم به شما نشون میدم. شاد و پیروز باشید. ما بالاخره تونستیم با رحمت خیلی زیاد این مشمع ها و روزنام ها رو بچسبونیم و خدا رو شکر که بارون قرار بود بیاد نصف شب نیومد. صبح من اومدم یه بار دیگه با این دستمال پاک کردم و عرض کنم که و این رنگ ها رو یه دونه قوطی گرفته بودم که رفتم یکی دیگه هم گرفتم، اینا رو نوشته مال خود کرایسلر هستش و دوباره دیدم کم اومد، رفتم دیگه تموم کرده بود. این یکی مال نیسان هستش که یک کمی رنگشون با هم دیگه متفاوته، ولی اوکی مشکلی نداره و الان رنگ ما تموم شد. من الان یه بار دیگه با این گردگیری کردم، تقریبا یه 40 دقیقه گذشته و حالا با این اسپری که اسپری مربوط میشه به در واقع کلیر، یعنی اون روکش شیشه‌ای شفافی که روی رنگ میخوره و باعث میشه که این ماندگاریش هم بیشتر بشه، الان با این میخوام در واقع یه بار دیگه این کار رو انجام بدم که فکر میکنم دو بارم احتیاج به کلیر خواهد بود. الان من از رنگ ماشین خیلی راضیم، برای اینکه به شدت پوست پوست شده بود، سقفش کاملا مشکی شده بود و پوستیده داشت میپوستید که الان یه دست شد، خیلی بهتر شد. خب البته بخوای خیلی یه دست بشه باید بری 2 کیلو رنگ بگیری، هر کدوم این قوطی ها رو 10 دلار یا 11 دلار حساب کردم
که اونجوری باید یه 150 دلار 200 دلار پول رنگ بدیم که من این کارو نه وقتشو نه پولشو ندارم و الان در همین حدی که میبینید خیلی راضی هم تمام اون پوست‌پوستو الان گم شده، تمام اون شکلش یه دست شده و من خیلی خیلی از نتیجه کار تا اینجا راضی هستم. خب حالا بریم برای یه کلیر کردن ببینیم چی میشه. ماشین هستش که هم چراغا خیلی تمیز شد، هم رنگ و روی ماشین خیلی برگشت. حالا نمیگیم که ما نقاش حرفه‌ای هستیم، ولی خب با 100 دلار در واقع پول تقریبا و یه چیزی حدود یه روز کار به نظر من خیلی خیلی عالی در اومد و ارزشش داشت. حالا البته این خوش بشه خیلی یه دستر میشه، یه چند روز آفتاب بخوره و خوش بشه میشه گفتش که خیلی یه دستر میشه و الان هم همون سپری که همه جاش در واقع ترک ترک بود ببینید که چقدر مرتب و قشنگ در اومد. کلن من سه تا رنگ بیشتر نگرفتم، ولی خب اگه میخواستم همه رو خیلی کامل بپوشونم شاید باید 10 تا رنگ میگرفتم تا بتونم کامل اینجا رو بپوشونم. البته سخت میبینید که این حالت سایه روشن به خاطر اینکه هنوز کلیرش خشک نشده، ولی تمام این حاشیه های دورش هم رنگ مشکی دادم و عرفونم که خیلی مرتب شد این در واقع از همه جهت. الان من خیلی ماشین قشنگ و مرتبی میبینم. خب بالاخره عدید یه نقاش حرفه‌ای ایرادایی هم خواهد داشت، ولی به نظر من با یک روز کار و 100 دلار هزینه دیگه کار قشنگی در اومد. حالا داریم ماشین رو آماده میکنیم برای یک کار بیزنسی که حالا به زودی استیکرها که رسید میچسبونیم. من این کار رو کردم به خاطر اونا و میبینید که حالا ماشین خیلی قشنگتر میشه. امیدوارم که لذت برده باشید، شاد باشید، خدا نگهدار. اگه علاقه من به این سبک ویدیوها هستین حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره.